منتقدین خیلی خوششون نیومد، ولی مردم خیلی آمدن و خیلی فیلم رو دیدن و عجیب بود که خیلی هم پسندیدن. ولی خب بعضی که بازم نسلی که با من همراه شده بود با فیلم‌های قبلی من با دعوت هم مقاومت داشت، یعنی دعوت گفت تو چرا میری تو این سراغ این سوژه ها، این مال دیگران باشه، سهم دیگران. در حالی که من یه فکر می‌کردم باید وارد این بحثا بشم، این چرخش رو باید انجام بدم. من تو گزارش یک چرخ دیگه با فضا و تحولات و شرایط های جدیدی هم که رخ داده بود من دیگه مصر بودم هر جوری هست این بحث رو مطرح بکنم. تشکر گزارش. حالا جلو من چون کار دو بار دیدم و بار دوم، بار اول که دیدم یک تأثیر رو داشت که مخالف اون چیزی بود که میگفتن، اونه که میگفتن حسامی نبود. وقتی دیدم دوباره دیدم اصلا اون مفاهیم شروع شد جافت دادن. این برای این از پلان اول که این دو شخصیت رو شما میبینید که یعنی اون بانو با دو شخصیت معرفی میشه با برخوردش رو افتا اون آرمانش و نگارش و افقش ها، از همون پلان اول مثل اینکه فیلم رو دارم حالا درست میبینم. یه بار باید کوک میشدم، یعنی باید میومدیم مثلا رو پرده بودیم باید نیم پرده میشدیم، یا نیم پرده بودیم باید رو پرده میشدیم. بعد حالا که کوک شد، ساز و کوک شد، میتونستم کار رو درست ببینم و بعد یعنی بیشتر به اون مفاهیم شما دنبالش میگشتید، به خصوص اون سکانس آخر که یک سکانس واقعا انقلابیه، یعنی یک روح در واقع به هم ریخته است و یک توی فضای دیگه وارد میشه و کار رو بالانس میکنه، یعنی کار رو اونجا بود که کار جا افتاد. مثل اینکه مثلا با دوبار این کار رو دید، تو دفعه اول انسان میرزه به هم، خب این کار چه نسبتی با رنگ ارغوان داره، چه نسبتی با اون داره، ولی تو دفعه دوم متوجه میشه که اصلا تو یه حوزه دیگه هستیم که داریم یه بخش دیگه از زمان خودمون رو معرفی میکنیم، جامعه خودمون داریم معرفی میکنیم. کار جدیه، کاملا جدیه، هیچیش برای سرگرم کردن نیست، هیچیش برای به اصطلاح برای نه یه حرفی میخواد گفته بشه. دیگران این به شما گفتن؟ بله بله. و نه فقط این فیلم، من به گواه مخاطبینی که فیلم های من رو بارها و بارها دیدن از زاویه اونا میخوام بگم، من راستش نمیدونم چجوری فیلم میسازم، چجوری رو فیلم نامه کار میکنم، که من معمولا لایه به لایه با دیدن بارهای دیگر اتفاقای تازه برای فرد میفته. نمیگم که دوچار یه تناقض میشه، دفعه اول یه چیزی میده، دفعه دوم یه چیز دیگه. همین در تو فیلم گزارش یکچش چند نفر بودن که اهل نظر هم هستن تو حوزه سینما، کاملا این احساس شما رو داشتم که دفعه اول دیدیم با یه حیرتی دیدیم و توی یه فضایی بودیم که داشت فیلم میخواست، این با یک استرابی حتی داشتیم فیلم رو نگاه میکردیم که این چه زبانیست که فلانی انتخاب کرده. دفعه دوم که دیگه این استراب از ما برداشته شد داشتیم فیلم رو طبیعی نگاش میکردیم. این هم جزء اون آفات شهرت منه دیگه، هیچ کارش هم نمیشه که، یعنی چه دوست چه دشمن، چه اون خیرخواه هم چه بدخواه هم، همه توجه دارن به این که دارم چی میسازم. به شدت زیر ذره بینم. من فیلم هایی که میزنم و بعد که میایی بیرون تازه باید فکر کنی. عادت به این روش دارم. من فیلم هایی که از سینما خارج میشه تازه شروع میشه. اون چیزی که کاشتم هی با تو درگیر میشه. حتی علیه من علیه فیلم هم عمل بکنه باز هم چیزه. من تو واکنش هایی که متاسفانه از این قلم های کمی جوان که زده عجول هم هستن، شاید هم از سر یه دلخوری، از سر عشق و محبت به منم باشه، عجله میکنن و فیلم مثل به نظر من گزارش فیلم یه بار دیدن نیم، فیلم عمیق شدن به یه چیزاییست که باید یه ذره باید اون تنش ها بخواد اتفاق بیفته. یعنی تو فشار زمان نبودین تو فیلم برداری، یعنی خود هم که رسوندن به جشن بوده برای شما مشکل نبود؟ ابدا. من هیچ اصلا با تو معنی نبود، این خوب بود، خیلی خوب بود، هیچ وقت من چون این شایی بود که تو فشار بودین عجله باید میکردید. ببینید عزیز من فیلم رو 64 جلسه فیلم برداری کردم، یعنی یک فیلم برداری مطلوب برای یه فیلم من این کار کردم، برای وقت مونتاژش کاملا وقت گذاشتم، کاملا با دقت تو صدا گذاری همینطور ابدا. مثلا من بلد نیستم که بخوام با عجله و عجولانه رو بسازم بعد پشیمان شدم که چرا همچی کاری کردم. یه چیزی این که فیلم خیلی حساس میکنه زمانیست که یک زمان ملتهبی بود به لحاظ سیاسی یکی دو سال اخیر تو کشور ایران و تو این فیلم هم تنه میزنه مسائل جدی. یعنی اولا همین که از اون اول در واقع نظامی ها میان تو صحنه دیده میشه، پلیس دیده میشه، اون میاد شخصیت های پلیس شخصیت محوری هستش،
که اتفاقا خوب هم نشون دادن، یعنی محترمی هستن. من در حقیقت هر سه شخصیت محترمن و آدم بهشون یه جوری مثل قهرمان علاقه داره که یه عمقی دارن همشون. این جالب بود، ولی خب از اول شما میرین به طرف این موضوع، یعنی عمدن میرین به طرف یک چیزی که خود به خود تنش‌زاست. بعد تو اون اودیش هم که مجبور میشن بیان تو خیابون، یعنی اینجا با داکومور بشه بریزن تو خیابون، اونجا هم این صحنه ایست که اصلا مثل میشین با موبایل گرفتید که اصلا یادآوری اون صحنه های تند یکی دو سال اخیر هستش که اصلا میلیوم کارتون از 35 میشه ویدیو و موبایل و اینها. عمدن میره به طرف چیزی که سر مرده، درست لبه تیره. من ندیدم کسی دیگه این ریسک رو بکنه که بیاد سر از کلامش هم یعنی باز برسون به مقصد. نکته بسیار ظریفیه، خدا خیرت بده که در راحت اشاره میکنی. امیدوارم که اینا بحث جدیه. عدد کار کردن منه یعنی من نمیدونم تو از فیلم فکر میکنم از فیلم کرت تاراینه ورود به حوزه هایی داشتم که همیشه توش تنش بود. اصلا این نشستن کنار و وارد دایره آتش نشدن اصلا تو ادب من نیست. شاید بگی دعوت اینجا وسط چیکار میکنه؟ دعوت هم آتشه، برای من آتشه، برای موقعیت که من دارم آتشه. همون موقع هم کار کردم یادم سر کرتم همین دست بود. اصلا یه خوب اونایی که دنبال میکردن گفتن نه این فیلم چیه چه چیزایی شروع کردن کم کردن. حتی اون آقای پورنجاتی اون دوران یادم میگفتش که زهر فیلمو کم کردیم، تلویزیون پخشش کرده که بعدا دیگه تموش. خاک سر سر ساختم همین بحث بود که این چرا بلند شده رفته تو بوسنی. شما رفت گفت اون خنجر شقایق تلقی بود که من هم باید با اون منظر نگاه بکنم. اون منظر تو بود به عنوان مستند از زاویه کاملا چیز بسیار درست هم داشتی اون فضا رو تعریف میکردی. من اصلا قرار بود از زبان درام حرف بزنم و تغزلی میدیدم فضا رو، چون نمیتونستم فوکوس ببینم خیلی چیزها رو، باید میرفتم تو فضای تغزلی که خب کشید به مجلس و نمیدونم محکوم کردن چیز اونایی که ساخت. اون موقع آقای لاریجانی وقت فکر میکنم کسی بود که من فرستاد دومال بود یقه اونه گرفته بودم. من گفته بود من هستم و بخششم آقای زم و یقهش گرفت بودم تو حوزه اونه. چرا در زمان خود بحران هم هنوز جنگ هنوز بود. هنوز بود ما رفتیم در اون موضوع و تنها فیلم سینمایی تو دنیا بود که در ارتباط تو کل دنیا نه بوسنی هم میتونی کاری بکنن نه کواتان چی کاری کردن. حالا حرف من اینه از اون فیلم بعدی باز همین بحث پیش اومد. فیلم بعدی نمیدونم بوچه میگه باز همین بحث پیش اومد یا همه وسایل از ما گرفتن، چون گفتن دارم به یه زبانی از دکل حرف میزنم که این معنا نداره. یعنی چی که زن بلند شه بره بالا دکل؟ اصلا دکل رفتن و با این چیزا من داشتم اون موقع. همه این فیلم عاشقانه من فیلم برج مینو بود اون دوران که آقا دارم من با رزمنده منی که تو جنگ بودم، منی که تو اون احوال بودم، به تو فکر میکردم، همسرم، به کسی که دوست دارم به فکر میکردم. و خب فکر عینیت دادنش تو حوزه هنر که دیگه تعریف داره. گفتم نه خیر اصلا این معنا نداره رب. از اون بگی تا بیا جلوتر من یکی که بخوام موج مرده دیگه قوقایی شد بابت اون اتفاقا تا اومد رسید به وصل آژانس شیشه‌ای. آژانس شیشه‌ای سر و صدا را افتاد بابت اون. نه آژانس شیشه‌ای قبلترش میشد دیگه دیگه اصلا پشت من وای نستن همه در برن نزن اصلا امضا نخوام بکنن، همه میخوان یه جوری احتیاط بکنن تا فیلم در بیاد. به نه سر شکلش اینقدر این حرفو نداره. یا فیلم بعدی فکر کنم روبان قرمز باز همین بحث بود که اصلا وسایل از سر صحنه من گرفتم. من با چه قاچاقی نمیدونم باید وسیله میبردم برای صحنه که این برای فیلم شما همیشه این سناریو بوده. من بوده از سر محبتم بوده از سر یه جور دلسوزی بوده. این جمله که حاتمی کیا دیگه الان از دور خارج شده است، حاتمی کیا دیگه چه شده است همیشه با من از سر فیلم چرخ تاران بوده تا الان و دیگه اوجش الانه. اوجش تو فیلم گزارشه که دیگه رسیدم به این که دیگه به نفاقم هم تعریف دادن، مشخص کردن که اصلا منافق بوده از اول، اصلا نفوذی بوده توی این حوزه و اصلا کلک میزده و اصلا اینا رو چیده بوده. یعنی یک عمر فیلم سازی رو من میدونم دیگه. وقتی میدونم که اون سایت رو که احترام برای خودش داره آدم میره اخباراش رو نگاه میکنه در اختیار این قرار میدن که او به من عنوان منافق بده، نفاق به من بده توی فیلمو، تو بگی تو الان. من حالا این حرفم این بود که نوع فیلم سازی که داشتم، نوع فیلم هایی که ساختم همیشه این جد بوده، همیشه این چیز رو داشتم. در مورد این فیلم هم اتفاق افتاد
و واقعا هم فیلمی که باید با تأمل دید. من نمیتونم چشمم ببندم بگم جوان این جامعه، شرایطی که تو این جامعه رخ داد تو همین دو سال اخیر مگه میشه پنهانش کرد؟ خب من دارم به زبان خودم توضیح میدم، این زبان من زبان رسمی که نیستش که بگم آقا همه بعد اگه دیکته برداریم بنویسیم، یه رونوشته واضح به این تعبیر نداره. مرتضی آبینی، این کسایی که نمیتونن خوب که بدونن که یک زمانی شهید آبینی همین مراحل شهود کرد با شما. بلکن. اون حمله که به شما میشد رو دید و چون میشناخت تو نوشته هاش، نوشته‌هاش هست، تذکر داد، یعنی یادگاری خیلی خوبی از اونایی که شهید آبینی رو قبول دارن. اینقدر زود قضاوت نکنن، یعنی یه خود صبر کنن، پخته شن، سلوک نکرده مجتهد نشن. و این اینترنت فضای میده به هر کسی که از راه برسه. امضا نمیکنم از این خوشم میاد، یعنی شجاعت امضا ندارن که بعد ببینید چی بگن، مثلا یک فضای بسازن. بسات برادر آوینی در مورد شما جملات خیلی عجیبی داره که اوجش تو وسط نیکان و از کرخطارای. من یادم یه روزی ایشون تو اتاق بود، توی ایام جشنواره بود، پرسیدم که آموزا فیلم ها چطور بودن؟ سرسی گفت کرخطارای، کرخطارای، و نمیخواست بیشتر بگه. بعدها یعنی فکر کردم که نمیخواست بیشتر بگه برای اینکه میخواست رو کاغذ پیاده کنه حسش، و خیلی زیبا هم پیاده کرد. ولی ادبیاتی که استفاده کرد هم بلازه مضمون، هم شناختی از شما داشت، هم آینده‌ای که از شما میدید، یعنی دقیقاً در مورد آینده شما هم مطالب خیلی قشنگی داره. اینجا هم اصلا همون جاست که یک محک دیگه میگن چه میدونم میزانسن این موقعیت، این قصه ایه که امثال ماها داریم. من همیشه گفتم ما مقتدامون تو حوزه سینما کیه؟ چه جوری یاد گرفتیم سینما رو؟ من یکی اصلا نه دستیاری گذارنده بودم، نه بلد بودم اصلا دستیاری، خودم با هم سوپر هشت شروع کردم با مشخصات، منتها با بال جریان رنگی مثل جبهه و جنگ که خیلی پر رنگ بود مثل من مسیر رو بخوام بیام جلو. آمرتضی خدا بیامرزه، یعنی آدم های در این اندازه که بدانم که باید دفاع بسازم. آقا من حرکت میکنم، عادت کردم به این، یا میرم عمق و عمق، ممکنه بوهای بدی هم بگیرم به جهت وضعیتی که دارم، به خاطر موضوع، به خاطر شرایطی که تو اون موضوع دارم وارد میشم، و این رو نبینن و دماغاشون رو بگیرن از کنار من رد شم. یعنی یه وقتی یادمه یه عزیزی بود سر فیلم چرخ تاران، من اومده بودم با چه سختی اون فیلم رو تموم کرده بودیم، را رسوندیم، دیدم دو صفحه A4 گفته باید من حذف بشه زمان جشنواره. من دیگه اون کت شلوار تنش بود، اونم دوره بود که سال 70 بود، نه من هنوز کت شلواری نبودم، دنبال کت شلوار چیز. گفتم تو کت شلواری داری به من داری امر نه میکنی، دو صفحه A4 رو من میگه کم میکنم. حالا من خسته اومده از سر یک کار به این مشخصات. واقعیت اینه که ما مدافع نداریم. اون آدمایی که ادب این کارام بشناسن رو نمیشناسن، من نمیبینم طبیعتا. حالا فیلمسازی مثل من، فیلمسازی که عقبه بالاخره این همه فیلم ساخته، همیشه هم در این اتهام قرار میدنش، همیشه هم بعد من فیلم میخوام بسازم، بعد اگه پلیس توشه قاچاقی برم رنگ بزنم پلیسمو، این بارم این کاری کردم، نمیتونستم غیر از این بکنم. من میتونستم باشون اصلا تو ساختار مگه جا میگیریم واقعا؟ برم بهش بگم من دارم حرف میزنم اینجوری، بعد بگم نه اصلا همین که بری باشون بخوای بشینید دیالوگ داشته باشیم، کادر کاسکوزر ریخته به هم. یعنی حرفای فرمایشی و سر جاش. من نمیخوام بچهای دیگه رو چیز بکنم، خدا نکرده براشون نمیخوام رد بکنم، ولی من اصلا زبان پروازم زبان خاص خودمه، با سقف پرواز معین خودم، که اینا معمولا عقب ترن، معمولا از من عقب ترن نسبت به این. یعنی اصلا غیر از این باشه حالم بد میشه، من نمیتونم فیلم بسازم. خب وقتی با این زبان من میام یه همچین حرکتی رو میکنم، دارم توضیح میدم که آقا این فضای فرهنگی رو امنیتی نکنم، بکنیم اتفاق بدی میفته. کاملا هم فکوسم رو این نقطه است. بعد نشانه سازی عجیب غریبی میکنن از فیلم، و خب بزن زمین، حاتم چیارو بزن زمین، مبارکت باشه، خیلی خوبه، خیلی قشنگه که نفاق باز من کش بکنید، مثلا اخو توفم به من قاصد بندازی، خب درسته اینجوری هست، و کو کسی که میخواد دفاع کنه از این مسیر؟
از این آزمونایی که ما داریم انجام میدیم. میگن آقای طرف قوانین کسی که قوانین جزایی کسی که تو کشتیه با قوانین جزایی که کسی توی خشکی متفاوته به دلیل شرایطی که دارن. خب من وارد حوزه های میشم، حوزه های ملتهبه. میگه اولین بار وارد شدم سر کرخه دارم 500 صفحه جلو آقای خامنه‌ای چیز گذاشتم، نامه گذاشتم از طرف جانبازا که آقا این فیلم آبوری ما رو برده. خب مگه قراره اینجوری برخورد کنم با موضوع؟ من اینجا باشه سری ما رو زمین میزنن که با این حرفا. چون دارم وارد حوزه های میشم که تنش داره، بله داره، منم کوتاه نمیام، با همه وجودم هم میرم. همیشه هم میبینن ها، یعنی همه فیلم قبلی من فیلم چرخ چی بود اسمش؟ فیلم برنگ ارغوان، برنگ ارغوان چجور بود؟ قصه خوردم از بس کنم بابا، والله بالله من حرفی که دارم میزنم حرف عمیقیه، دقت کنید، اینقدر سطح رو نبینید، یه ذره عمیق شد تو بس. 5 سال بر وقت میبود تا کسانی بیان بگن نه این اون چیزا رو نداره، دادم گذاشتن دادن، نه اصلا چه حرفی نید. همونجور که الان به من میگن که تو از مؤلفه های استفاده میکنی که این مؤلفه ها نشانه های روز، بله من قطعا این کار رو میکنم، غیر از این باید عمل کنم؟ من فیلم کهنه بسازم مگه؟ قراره به یک چیز دیگه بسازم؟ اصلا از من مگه غیر از این میتونی انتظار داشته باشی؟ یه فیلم عادی معمولیه، بله دیگه خوشمون ما تموم شد، نه خداحافظ خداحافظ، نه من نمی کنم این کارو، من یه کاری میکنم تو رخت خوابتم با خودت دعوا داشته باشی. این اون کاری بود که من بلد بودم، من اصلا اینجوری ادب این کار یاد گرفتم. اون واقعا مرتضی رو میخوام بگم، مرتضی تو اون بحث فکر میکنم تو اون واسه میکام بود که میگفت من جور دیگه بلد نیستم، مثلا نمیفهمم چجوری میسازم. یعنی والله یعنی من یه مرحله دارم فیلم سازی، عقلم هست، استدلالم دو دو تا چهار تا میشنم تحقیق کنم، میشنم چی میکنم چی میکنم چی میکنم چی میکنم، یه مرحله رها میکنم همه اینا رو، دیگه میذارم خودم، چشمم رو میبندم، پرواز کورم رو انجام میدم. اصلا اگه پرواز با چشم باز برم وحشت میکنم، عمل نمیکنم، پیش نمیتونم برم تو فیلم سازی. من تو همون فیلم مهاجر همینه گفتم، من با پرواز کور حرکت میکنم، پرواز با چشم باز مال من نیست اصلا، مثلا حوزه هنر اصلا حوزه این، من باید استقرار پیدا بکنم، باید تو فضا قرار بگیرم. خب من اینجوری میکنم و این فیلم میشه این. این همه وجود منه، لکنتش هم مال منه، لکنت آدمی که نفس نفس میزنه و افت باشد بر اون بنده خدایی که میاد خودشو قدیمی نقاط میدونه، میگه نه ما فیلم رو نگاه میکنیم و اصلا برای ما اهمیت نداره که این فیلم داره زبان سیاسی داره، یا فیلم باید فیلم باشه. یعنی چی فیلم باید فیلم باشه؟ من دارم وارد حوزه میشم که حوزه سختیه برای بیان، شما جرأت نمیکنید، اصلا نمیتونید تصویرشو نگاه بکنید. من میرم میسازم، وقتی میرم اینو میسازم میفهمم، من میدونم اون عزیز برادر پلیسی که وای میسته ناراحت از این، ولی من باید ازش دردم تا کارم انجام بدم. نه اینجا یاد گرفتم، من جبهش هم اینجا یاد گرفتم، قاچاقی در میرفتیم ما. یعنی من این نیست که این قواعد رو من بر خودم بخوام بگم من کادر همه چی سر جاش، من میرم فیلم سازی من انجام میدم و سلام. نه حالا این شکل آمرتضی خدا بیامرز بحث میکرد که آقا بله این هست، ممکنه مثل در نیاد، ممکنه یه فیلم رو بسازم مثلا اونجور که دارم میخواد در نیاد، ولی صفحه تاریخ این کشورمه. آموزو این تعبیر مثلا کار هنری یا زندگی کردن در لبه آتش رو مثال میزنه که مثال خیلی حاد و اکستریم هسته، هنوز زنده است این بحث دیگه. من اون موقع نفهمیدم، والله نفهمیدم. یعنی سر فیلم کرخه تاران اصلا این حد متوجه نبودم برای چی گفته میشه. این آدمی که یتیم میشه از این، بالاخره یتیم حوزه فرهنگی، کسی رو نداریم، من به چی اقتدا کنم که بخوام وایستم بگم حالا او وای میسته پای ما؟ و تو این جنگ های اینجوری که اینقدر دارن شمشیر و تیر و کمان میندازن و وای میستن، هیچ کس نیست. بعد راحت میذارن قشنگ از هر سمتی میخوان، به هر بی ادبی که میخوان، بی اخلاقی که میخوان حمله میکنن. اونجا داره میگه من الان نگاه میکنم میگم من چرا این فیلمو ساختم؟ من محافظه‌کار اگه بودم نمیساختم. سرم اگه به آغور خودم گرم بود که نباید وارد این بحثم شون، وای یه فیلم عادیه دور هم جمع بشیم. و بعد تناقضای من اومد این مملکت با این مشخصات دلم میخواست که حرف روزمو بزنم،
منتها با تعبیری که خودم میفهمم. من متعلق به هیچ رنگ و گروه حزبی نیستم، نه الان بودم نه اون موقع، نه اون موقع کولی دادم به چپ و راست و ایکس و ایگرگ، نه الان میدم به کسی. همیشه هم اینو خواستم بفهمونم که آقا من خودمم، اصلا منو با این کارتا با این چیزا تقسیم نکنید، اشتباه میکنید. هر جا محاسبه اینجوری کنید یه اشتباهشو میبینید، آقا چرا این کارو میکنه. حالا مثلا رابطه من با تو، من با تو سر یه قبیله دیگه ارتباط دارم، اصلا ربطی به این راز و برنامه و اینا نداره. اون قبیله اصلا ربطی به این بحث نداره. ما سر یه قبلهی با هم واسطیم، اون برام خیلی ارزش بالاتر از این حرف هست. دوتایی دردی رو داریم، من میگم این حوزه دردهایی رو داره بچه ها، که اصلا این خرکشی ها توش چلش نمیگم، اصلا این خرکشی ها رو نمیزنم تو این موضوع وارد بشه. این هم همینطوره که آقا یه حرفایی هست من باید بزنم، مال همین جامعه است، مال همین بحث روزمونه. و خب کو آن مدافعی که بداند که ما تو این حوزه ها میریم، یعنی ممکنه زخم برداریم، ممکنه لکنت برداریم، ممکنه لباسای کثیف پیدا بکنیم، بعد بشینن راحت فیلمو نگاه کنن، دارن میبینن میلرزن فیلمو میبینن، بعد تعبیر دارن که نه این فیلم مال انگار فیلم اول انقلابه، از فیلمایی که با لحن اول انقلاب. بچه بشین سر جات، خب تو الان هنو باید الفبای قلمتو پیدا بکنی تا واسه وارد این حوزه ها بشی بخوای حرف بزن. شما عمدن یک حوزه ای رو انتخاب میکنه که احساس میکنه که اینجا باز حرف زد، عمدن میری توی چیزی که میدونی که درست احساسه. من تو دایره های ملتهب میرم، همیشه میرم، اتهام هم میخورم. فیلم برنگ ارغوان میخواستم بسازم، تمام گروه دوروبر من احساس میکرد نکنه من از کارت بلانشی از وزارت اطلاعات گرفتم. روشون نمیشد بعضیشون بگم، ولی فکر میکنم مثلا وزارت اطلاعات چیز گرفتم، یعنی اصلا مأمور وزارت اطلاعاتم، یعنی تا این اندازه من مأمور به این کارم. خب زد اون دوستان یه جور فیلمو گرفتم، با اون شکلم گرفتم که خب سبب خیر شد، شاید اگه جهت که خب نه من کارت چیز ندارم، کارت اعتباری ندارم از تشکیلات اینا، و دارم کار خودمو میکنم. اصلا من نگاهم این نبود، اصلا این اصلا از اینجور چی میگم مشورت هام نمیگیرم. من چشمام باز، تلویزیون هست، همه چیز نگاه میکنم، ماهواره رو نگاه میکنم، تمام چیز تحلیل میکنم، مجله نگاه میکنم، چه میکنم، بعد تحلیل خودم بروز میدم. ولی اون چیزی که بروز میدم از درون نظامه، این از درون گفتن چیزای خودشو داره. همیشه هم این بوده. من اینو مردم هم اینو این مخاطبین همینو میفهمیدن که آقا این داره از درون حرف میزنه. خب من چیز ندارم، قیدی ندارم بابت اینکه آقا این حرفو دارم میزنم ممکنه خیلی هم برشون بخوره. بخوره. من نیتم این نبود که بخوام دشمنی بتراشم. من اپوزیسیون نبودم، اپوزیسیون به این مفهومه که وایستم هم نبودم. حرفمو دارم میزنم و فکر کنم مردم این رابطه رو فهمیدن. ما الان توی زمان خیلی خاصی زندگی میکنیم که زمان متحول، منطقه ریخته به هم. یکی از اون چیز خیلی جالب همین کشور همسایه خودمون بحرین هستش که زن شما به متنی رو با بچه‌ها نوشتید، بعد با بچه‌ها نوشتید و چرا این متن نوشتید؟ مثلا این توی این اوضاع احوال که معلوم هنرمندا خیلی زیاد وارد نمیشن. نه من قصه‌مه، یعنی اصلا جایی بود که کامل میفهمیدم یعنی چی. یعنی اگه بهم میگفتن بچه‌ها، یعنی بحثی بود که بریم اونجا، اگه میشد بریم، واقعا دلم می‌خواست برم. دارم راست دارن صاف صاف دارن یه همچین اتحاد شومی رو دارن انجام میدن. همسایه ها بلند شده از اون ور بلند شده اونجا، من نمیتونم برم اون وری که از منه، از خود منه، یه وقتی اصلا با من بوده، من نمیتونم از اون حرف بزنم. نباید حرف بزنم که چی داره میگه. اونا هی جیغ میزنن، هی میگن این شیعه است و شیعه و سنی، ما هی این وری میگیم نه آقا این نیست و این نیست و این نیست. آقا ما داره چیکار داره میکنه؟ داره این بساط رو انداخته. فکر میکنین گزارش و یا این امضا کردن این بیانیه، پاش ایستادن و نوشتنش، هر دو مال یک زمان و یک دغدغه است؟ یه آره دیگه، با یه ذهنه، یعنی با یه ذهنه. من راستش رو بخوای آقا نادر، من اصلا دو تا چهار تا بلد نیستم، اصلا نمیشینم محاسبه کنم رو صفحه بشینم یه مورد دو تا اینا میشه اینجوری الان باید این کارو بکنم. این کارم با دلم حرکت میکنم، یعنی اگه غیر از این باشه اصلا نمیتونم حرکت بکنم، چون از بیرون چیزای خیلی متناقضی به من میرسه. یعنی از بیرون اطلاعاتی که خودم باید تو خودم تحلیل کنم، باید واکنش خودم بروز بدم، واکنش هم نسبت به همه چیزی که رخ داد. یه جای احساس میکنم که آقا سیستم اصلا تحمل الان تو این بحث نداره که وارد حوزه‌های سیاسی بشی. میفهمم اینو، میفهمم که آقا وقتی داره الان ماجرای مثل
اتفاقاتی که افتاد تو این دو سالی که رخ داده بود اینا، من یکی از افرادم نمیخواستم، از اولم نمیخواستم، مثلا قبل از انتخاباتم نمیخواستم، مثلا من وارد این بشم، وارد یه چیز حزم بعد بشم توی جریانی که یه جایی من موافق نیستم، یه جایی موافق هستم، چرا من تو جمع بودم؟ کار خودم میکنم، فردیت خودم رو دارم، با مشخصات خودم، اونجا که فکر میکنم باید بگم میگم، و همین کار شد که الان شده. بسیار یکی از چیزی که حالا سوال میکنه کسی یا تو جامعه هستم متوجه هست که چقدر هنرمند میتونه اصلاحگر باشه، چقدر هنرمنده که میتونه با هنرش، مثلا این هنر سینما که یک هنریست که برام توجه دارم بهش، میتونه اصلاح بکنه یا یه تحمل رو بیشتر بکنه یا یک دست بده به یک مطلبی که دردناکه یا بخواد یه چیز جراحی بکنه که در مورد شما، شما فقط دست رو موضوع نذاشتید، یه شکاف هم میدید و بعد میرید داخل میشید و بعد درگیر میشید و بخیر اونجا هم یک آسیب های پیش میاد، یعنی در واقع غیر قابل پیشبینی، مثل جراحی که همه چیز قابل پیشبینی نیست. و چقدر یک هنرمند وظیفه این اصلاح داره، یعنی چقدر اون نقش داره تا فرض کن یک نماینده مجلس، تو فرض کن رئیس یکی از قوه ها، چقدر واقعا میتونه اصلاح بکنه؟ ببین من که وقتی تعریف هنر رو میکنم، تو میتونی هنر رو که امام اشاره میکرد که هنر متعهد، میتونی تعهد رو بدی، میتونی نه هنر برای هنرم باشه، همشون با همین حرفا رو دارن دیگه. نمیشه گفت اون که هنر برای هنره هنر نیست، نه اینی که هنر که برای تعهده هنر نیست، اصلا هر بسته به اون مذاق و اون فضایی که خودت داری. من اصلا ورودم به حوزه سینما، ورودم به حوزه هنر از جنسی بوده که دلم میخواست یه کاری بکنم، دلم میخواست اون آرمان ها و اون چیزی که ذکر میکنم بعد بشه رو یه جور متجلی کنم. خب برای من با این مأموریت خب معلومه که میرم جاهایی رو میگردم که اینم آقا اون میتونه یه جوری تعریفی از شرایط اجتماع هم بده، یه چیزی از اجتماع هم رو توضیح بده، یک حسایی از این بچه های مملکت رو حرفش رو بزنه، این اون بحثه که تا الان داشتم توی فیلم. و الان وقتی من میبینم تو جامعه که به قول شما این جامعه جوان با این اندازه جوان توی کشور دنیا خاورمیانه با این مختصات، خب من باید ازش حرف بزنم، من باید ازش بگم واکنش ها رو بگم، بگم اگر با این اگر این تنش ها رو میشود اینجور نباشد، یه جور دیگه هم میتواند باشد. من قصه میخورم به قرآن، بعضی وقتا این جوانا رو مقابل هم میبینم، یعنی گریم میگیره از اتفاقاتی که میفته، اونم سنش پایین، اینم سنش پایین، شاخ به شاخ هم بعضی وقتا تو شرایط هایی که تو دیالا دیگه اینو بحث هست که ای کاش تحمل نظام جوری بود که وارد این حرفا میشدیم، ولی هنوز به نظر میاد عصبیه، عصبی نمیذارن اتفاق راحت بیفته، چه میدونم والا اونا دیگه قواعد خودشونه، ولی من دوست دارم از نه حرف بزنم از این شرایط هایی که الان هست و نتیجهش. هر تو فیلم تو پر از این من رفتم از کنار رد میشم کاملا مثلا که واضح ترین، یعنی برای من این درام وقتی شکل گرفت، درام فیلم گزارش یک جشن که بگویم جوانانی که جمع شدن، یعنی ازدواج بهانه‌ایه، میخوان باشن، میخوان هویت پیدا کنن، خودشون رو بشناسن، به خودشون احترام گذاشته بشه، این فضا که جمع میشن، اگه فضا رو تبدیل به فضای امنیتی کنید، فضای یه جوری که نظرین داشته انگار باید جمع بشه بسته بشه، این میتونه جای دیگه چشته بشه. یعنی خود کیه که اینو انکار کنه؟ کی هست که اینو انکار بکنه؟ بذار یه سوال منحرف بکنم. چقدر نیاز هست که بچه های فرهنگی و هنری کنار این گروهی که باید امنیت ایجاد بکنه باشن؟ رو تو خودم دیدم، شهود کردم که مواردی پیش اومده که چون فاصله داشتن، یه قضاوتی کردن که اگه دو تا آدم فیلمساز و هنرمند کنارشون بودن این کار نمی کردن چون باطل بودن. من راستش بخواید این جوری قائل نیستم، معتقدم که اون باید کار خودشو بکنه. من یه وقتی بود به آقای یونسی فکرم اون موقع با وزارت اطلاعات بود دیگه، وزیر وزارت اطلاعات، من اون موقع گفتم کار شما پنهان کردن و فضایی که دارید با اون مختصات خودتونه. من هم یه وضع خودم، خدا رو بیاموز آمرتضا بهترینش رو گفت، ما حالمون گرفته میشد، دوربین دستمون میرفتیم تا جبهه فیلم برداری کنیم از این بچه های جنگ، بعدشون پشت میکردن، قایم میکردن خودشون، آیا ما بر میخورد، آیا حالمون بد میشد که آقا ما داریم چی کار میکنیم، مثلا ما مزغون باید دست گرفتیم، خود دارم منم میخوام یه چیزی رو از تو منتقل کنم به این ملت دیگه. بعد آمرتضا برداشت یه نریشنی گذاشت توی یکی از همین چیزا که ای برادر کارتو پنهان کردنه، کار من عیان کردنه.
کاش می شد تا تو را در معمل گمنامیت رها کنیم و بگذاریم که تو این چنین می خواستی. اما ای عزیز، اجر تو در کتمان کردن است و اجر ما در افشا کردن، تا تاریخ در افق وجود تو قله‌های بلند تکامل انسانی را ببیند. سلام مجدد برادر، ما انگار خیلی جمال وضعیت میگویم، چند مونه ما این چوبتون میزنیم تو کله ما. ما دو تا مأموریت متفاوت داریم، تو اون وره میزی، من این وره میز. مأمور نظامی خوب بود کار خودشو بکنه، من معتقدم برای اشتباه بکنه، نه قواعد خودشو داره. خب من میگم ساختار نباید دست او باشه. آیا آدمی که تو بچه مثلا بچهای اطلاعات هستن، خب طبیعیه باید اول او شک بکنه، باید برای ثابت بشه که نه اینا هستن. اصلا اصولا اون تو جایگاهی هست که این معنا رو داره. برای حوزه من درست معکوس اینه، من باید به همه اصلا بکنم نه همینی که هسته، بعد برام ثابت بشه برعکس ممکنه باشه. این دو تا موقعیت متفاوت داریم به جهت خواستگاهی که داریم. من معتقدم بعضی وقتا بعضی تعریف ها در اختیار ما نباید باشه، یعنی حوزه فرهنگیه، وقتی حوزه فرهنگیه باید دست آدم های فرهنگ باشه، اینا باید تعیین کننده باشن، نه اون ولی سر جاشه، اون قواعد خودش بود. اون اگه بیاد باید با اوناش بیاد، باید با ساز و برگش بیاد. من نمیفهمم پلیس بیاد باید تا باتومش نباشه، هفتیرش تو کمرش نباشه؟ پلیس دیگه نیست اون موقع. و اگه پلیس نیست بس دیگه اسمش چه بدونم پلیس؟ آدم فرهنگی واسه سر جاش میکار انجام بده؟ و قرار نیست که این با این اون قواعد خودش داره، این قواعد خودش رو داره. ما تو بحث حجاب توی این مملکت همچین بحثی مطرح شد دیگه، که آقا قرار نیستش که بحث فرهنگی رو اینجوری حلش بکنیم. این شکل انتظامی جواب نمیده، از اونم انتظار نمیره. من معتقد نیستم اون قاعدش اینه. بذارین سوال خودم اینجوری کامل‌تر بکنم، که به نظر من توی حوزه‌های امنیتی و نظامی که داخل شهر و شهرها دیگه که ایران هم زیر ذره بینه، چون ایران یه جوری رهبریت هم داره تو جهان، بله قوی ترین کشور نظامی خاورمیانه، یه جور عقبه همه این کشورهای اسلامی، این دشمن اینو میگه کلمه اوناست. پس زیر ذره بین همه دارن نگاهش میکنن. اصلا موضوع بعدی که خواستم بگم همین بود، همه دارن به ایران توجه میکنن، یعنی هر چند زمان میگذره این قوی تر و پررنگتر داره میشه. همین بعضی امروز هست عقبه همه اینا واسه ایرانه. این که آیا الان وقتش نرسیده که ما تو این حوزه ها، تو این شوراهایی که اونها هستن، نظامی هستن، امنیتی هستن، آدم های فرهنگی و هنری واقعا باشن؟ چون این من کار دارم تو آمریکا که خبر یا تو انگلیس چیکار میکنن، هر چی میکنن برای خودشون. ما میبینیم چند صد سال سابقه به عزیزی رو داره، ما نداشتیم. اون چند صد سال مثلا رای دادن، چند صد سال همدیگر رو کشتن، این دارن تا اینکه مثلا برسن به یه فرمول. ما هم الان داریم، ما فرمول خودم داریم، بعد یک عمقی داریم که برای اونا ترسناکه و جذاب. تو این جبهه یک چیز جذابیه برای ما. آیا برای اصلاح و درست کردنش لازم نیست که مثلا شما افراد فرهنگی هنری تو این حوزه حضور داشته باشن، رصد بشه که مثلا مشکلات دیگه پیش نمی، یک فهم فرهنگی هنری هم جا میخواد. من با خود بعضی از این رؤسا سوال کردم که اینقدر بهشون فشار میاد، احساس کردم که اگر بچه های ما بودن تو اون جلسات، تو اون حوزه ها، تو اون شورای مشورتی، یعنی تمام جبهه دشمن ما پارست تنگ تنگ کرد حوزه های مشورتی، فکر کنم که خیلی فرق میکرد. چون فیلم شما تمش همینه کاملا. ببین من میخوام بگم که من به هیچ وجهی نسبت به اون افرادی که حالا شرایطی دارن که باید دستشون تفنگ باشه، بشن انتظامی، بشن امنیتی، من اصلا اونا تعریفاش رو سر جاشونه، اونا جاهای خودشونو دارن. اشتباه اون موقع است که اینا بیان جای این ورا بگیرن تو حوزه‌های فرهنگی. اینا به نظر من اینجا اگر قرار باشه آرایی داشته باشن، مثلا تو حوزه‌های فرهنگی قطعا باید کهنه، این باید دو برابر جواب بده فرهنگی، آدمی که تو این حوزه‌ها داره کار میکنه، یعنی تخصصش تو حوزه‌های چیزی. من این دعوا از اونجای شروع میشه. مثلا من یادم یه وقتی برشون هم میخورد بچه های جنگ، من گفتم آقا زمان جنگ شما میگفتید برو این جبهه، من هم گفتم چشم، دوربین دستم میگرفتم درور میفتم تو اونجا، نرو تو این جبهه، گفتم چشم میفتم وایستا همینجا وایستم برو بالا، میرفتم بالا. من گفتم آقا این به من ارجحه و میدونه داره که این ماجرا چیز داره و حرف. حالا اومدیم تو شهر، حالا اگه اون به من میگه برو تو اون خیابون، برو تو این خیابون، برو تو، من میگم ببخشید
اینجا منم چه بهت میگم تو برو واسه سر اون خیابون، سر خیابون نیا، سر اون خیابون نیا. جهان بد تعریف شه. حالا چه اتفاقی میفته؟ مثل خانواده هایمونه که ما داشتیم قبل از انقلاب، بعد انقلاب، الان هم داریم. خانواده های بسته ای که هیچی نمیذارن اتفاق بیفته، یعنی نمیذارن اطلاعات وارد خونهشون بشه، همه راه ها رو کلونه بستن، نمیدونم چه کردن. به محض اینکه یه اتفاق میفته، آقازاده، خانمزاده بلند میشن همه خونه خارج میشن، مجبور میشن بدن دانشگاه، ناگهان به هم میریزه. اطلاعات با اون شده که بیرونه کاملا ساختار به هم میریزه، شاخ به شاخی بعد میبینی اصلا یه بافت اون خانواده رو به هم میریزند. چون از اول بسته این فضا رو، این ادب این که از اول این امکان باشه، این حرف ها باشه، تحمل ها باشه، ثابت شده الان دیگه که آقا میتونیم حرف بزنیم، میتونیم من از تو بگم، نقدت بکنم و تو هم احترام منو نگه داری، منم احترام تو رو نگه دارم، میتونیم با هم اینجوری کنیم. میشه با اونجا ها نکشون وزیر منطقه. وای به وقتی که فضا فضای امنیتی بشه. وقتی امنیتی بشه خب همه اون قدرت داره، او حرفشو پیش میبره، میگه من تصمیم میگیرم، که من اعتقاد دارم او سر جای خودشه. ولی اگر قرار باشه آرایش درستی انجام بشه، من معتقدم الان تو جامعه کشورمون، الان دارم سال 90 داریم واردش میشیم، داریم حرف میزنیم، الان به نظر من جای آدم های استخوندار فرهنگی جاشون خالیه. چند تا چندتاشو تو آوردی تو همین برنامه که ما عنوان کنیم، حرف های جدی داشته باشن، بحث های جدی داشته باشن و حرف هاشون هم چیز داشته باشه، رو داشته باشه، بتونه منعکس بشه. الان که من فکر کنم با توجه به این بیانیه تازگی امضا شده دیگه، همین اخیرا شما امضا کردید، با توجه به این جوی که الان هستش بیشتر یعنی حادتر کرده مسئله رو که ایران تو این مسائل این تیپی فرهنگی و هنری و تحمل و اصلاح و کمک جامعه هنری بهش خیلی جدیتره تا قبل. قبلا میشد یعنی با مسامحه بگم این حوزه سینماست، سینما کار خودشو بکنه اینم، ولی اینجا الان شما که وارد میشین یا اونجا چه خبره، ما امضا میکنیم از اسمتون از وزنتون استفاده میکنیم که حقی رو بیان کنیم، حوزه سیاسیه دیگه، حوزه انقلاب هستن، حوزه انقلاب اسلامی هستن. شما چه کردین اونجا؟ شما یک فیلمساز هستین، شما تو حوزه خود باشید. ولی آیا الان جدیتر نشده اینکه به طور جدی این قسمت باید اصلاح بشه، این قسمتی که باید حوزه با حوزه دیگه کمک بکنن و این تحمل یا هر چیز بشه میخواد بسه خیرت بده. یعنی واقعا من حالا این صد حرف بود که اول شروع این برنامه بعد می‌ذاریم به هم دیگه که من گفتم برای من خیلی گفتی نظر دکتر راز چیه، برنامه‌ای که داره اجرا میشه و خیلی شو دوست دارم، خیلی از برنامه‌هاشو، بعضیش هم دوست ندارم از این به نظر خودم، یعنی این چیز دارم، این اعتقادم اینه که این خیمه‌ای که تو زدی، این حرفایی که می‌زنی که من اوجش رو برنامه مربوط به آبادان میدونم، مربوط به خرمشهر اون قضیه آب میدونم که بسیار بسیار برنامه موثری بود، یعنی نشان از بحث آب نبود، نشان از اینکه آقا این حرفا هستا، اینقدر روش نپوشونه، اینقدر اتفاق نیفته. من جنوب بودم میدونم یعنی چی. من معتقد بودم که اینجا وقتی من فیلم ساز میام تو برنامه راز تو، با من تکنیک و نمیدونم اینو چجوری الهام گرفتی و اینا، من اینا اصلا ولش کن، اینا جاهای دیگه میرم میزنی حرف اونجا ها به عنوان فیلمسازی یا سینما و اینا میشه جاش کن. اینجا اون دردایی که ما رو دور هم جمع میکنه، اینو میدونی مثل فیلم اسپیلبرگ، فیلم داره برخورد نزدیکن ناسه و یه عده فرار میکنه، اون قصه که دنبال میکنه و یه عده تو بالا تپه جمع شدن، هیچ کدوم از اون خبر ندارم، همه یک نشانه ای دارن، یه دعوتی داشتن، این دعوته اینا رو بالا این تپه نشون دادشون، همه با یه دعوته بدونه که کسی بغلش بدونه. ما سر اون دعوته ایم عزیزم که فراتر از بحث سیاسیه، فراتر از بحث جنایی این هاست، عمیق‌تر از اون بحث. من اون اعتقاد دارم که اونجا من با تو من یک غم دارم، یک قصه با هم داریم. حالا من فیلم سازه، اون تو حوزه دیگه اجتماعیه، اون حوزه اقتصادیشه، بیا حرف بزنم و خیلی هم قشنگه که، ولی اون با اون خیمه که آقا درد داریم، ما یه دردایی رو خب یه چیزی شده که درد داریم دیگه، این رو باید گفتی که باید بگیم و به نظر من چرا خوبه که توی این برنامه وارد این بحثا بشیم. یه جور زمان عوض شده، یعنی تلمبار میشه اینا، این الان درست نکنی، جرایی نکنی، با این وضعی که الان پیش اومده به ایران نمیتونه بعد تو وضع لنگ بزنه دیگه، نمیتونه اصلا، یه جای دیگه نمیتونیم لنگ بزنیم اصلا. الان یه جوری همه نگاه به ماست، عقبه همه این کشورها همه میدونه که
اینا مقصرن، اون دشمن میگه دیگه اینا اول شروع کردن. اینا سه دو سال ایستادن گفتن نه، اینا مقصرن. پس این کشوری که مقصر از نگاه دشمن نمیتونه تو بعضی جاهات که لنگ بزنه تلنبار بشه. این خیلی مهمه. وقت درونی ما همه هم سوخته های درونی به نظر من، یعنی این تحمل اگه ایجاد بشه بچه هایی هم که به نوعی تو حاشیه وای میستن سایه وای میستن میان رو. یه چیزی از مشخص های فیلم شما بود که فیلم با نشاطیه. من بعضی از این فیلم ها که خیلی هم جایزه گرفتم، خیلی هم همه جا دیگه مطرح شده اینها، من مطمئن اگه یه اصل جمعه تلیفون نشون بگه همه ایران افسرده میشه. یعنی همش یعنی یه دور استرسه از اول تا آخرش. ولی تو این فیلم ارتی گشتم که استرس رو ببینم، در این حال که موقعیت استرسه، ولی یک تش بشارته، تش خوشی هستش، یه افقی هستش که ما از این مرز میگذریم، از این به این فائق میگم. حتی نیرو انتظامی که اونجا هستش، شخصیت ها امید. من اصلا نمیبخشم خودم رو فیلمی بسازم که ناامید کنم، یعنی مخاطبم رو. آقا من کیم که بخوام این کائنات به این بزرگی، این جهان به این هستی، من بیام حالا یخی بندازم تو جان این جامعه بگم در تجاره تش هم هیچ کس نی، این آسمان ابر گرفته، یه سوراخ هم ما نمیشه یه نور از اون بالا بخوره بزنی. خیلی بی‌انصافیه، خیلی بی اخلاقی فیلمساز یا هر هنرمندی که خفقان ایجاد بکنه. این خفقان خیلی بدتر از خفقان سیاسی تو کشوره که بخوای بگی که هیچی نیست، هیچ امیدی به هیچ کس نیست، چه به فرزندمون چه به بزرگمون، همه دروغ میگی، همه دروغگویی و همه هم جبران میگیم. خب جبره دیگه، در اختیار ما هم نیم. پس بلندشین تصمیم بگیریم برم اون برای آب و بخواییم چیز داشته باشیم و قصه میخورم واقعا. یعنی شرایط به جایی رسیده که خودی و غیر خود. من الان نگاه میکنم میدم که فیلم گزارشی جشن رو جریان رادیکال سیاسی با همون تندی میزنه که قلمهایی که دوستان بعضن حالا گرایش اپوزیسیونی برای خودشون پیدا کردن. عجب مهر، یعنی چطور اینا دوتا یکی شدن توی لحنشون؟ چرا هر دو اینجوری میزنن؟ و بزنن، نه اصلا از این دلم نمیگیره. راستی بخوای بیشتر احساس چیز میکنم، به خودم برمیگردم. اتفاق من قصدم کشورمه که این کشور مال ماست، این نظام باید تحلیل، باید این اصلاح بشه، اصلاحات میخوایم، همه هم میدونیم این اتفاق بر بیفته با زبانهای مختلف. اینو وقتی نخوایم بگیم، اینو نگو، هیچیشو نگو، بدون دست کسی که امنیتیه میگه زبان باز به این بحث نکو، میشه این که فیلم پنج سال من میمونه توی اکران نمیاد دیگه. در حال که این یکیش مال وزارت ارشاد بود، بعد این تصمیم میگرفت اون تصمیم گرفت. تو طبیعی میتونست تو راحت راه خودشو بره و هر کی سر جای خودش نشسته باشه اتفاق می‌دونم که همچنان با زمان فیلم خواهی ساخت. شما زمان به الهام می‌گیره که با چی بسازی؟ اصلا من خودم نمی‌دونم واقعا اینجوریه. واقعا بخشش اصلا از خودمون نیست. من اصلا اینجوری کار نمی‌کنم، اینجوری فیلم نمی‌سازم. ولی همین سه سال من فیلم نساختم. سه سال من که فیلم نسازم که افتخار باشه. فکر کردم باید مداقه کنم روی این موضوع. ولی موضوع سنگین و ثقیلیه برای بیانش. وقت گذاشتم اینقدر در اومدن من کار ندارم، ولی اینکه تلاشم اینه که یه حرفی رو بزنم که یه گوشه ای از این کشور، از این مشکلات رو منم باز کنم، مثلا به اثبات کنم بهش نگاه بش بشه. نه ولی چی فیلم میسازی؟ آخه این چه شده که میری فیلم اینجوری میسازی؟ یا تو کسی که تا قبل از این فیلم جنگی میساختی، یعنی جنگی میساختی، یعنی دردی داشتی برای بیان، رسیدی به اینکه یه فیلمای الان میسازی که من شرمم میاد، مثلا تو خدایا چی شده؟ الان جشنواره خوشندامیه که تو هم حالا لباساتو درآوردی داری نشون میدی، فکر کردی باید این چه فضایی رخ بده؟ حرمت خودت چرا نگه همه داشتی برای گفتن این حرفای؟ و اینکه ترسو بار بیاییم و ترسو بار اومدنمون هم یعنی باعث همین چیزا باشه که کتک بزنم، تنبیه همون کنم. آقا من میخواستم چمران رو بسازم، آره آقا چمران بودم، داشتم کار سختی هم هست. بعد از فیلم گزارش یک جشن بر میگردن به من میگن که راستی ما یه ذره فکر کردیم الازه بودجه مشکلاتی داریم، بعدا خدمتتون خبر میدیم. تو فکر کردی من چمران از دست تو میگیرم آقای تهیه کننده بخش دولتی؟ تو تعیین کننده ای برای من که من از چمران بسازم یا نسازم؟ که یعنی فکر کردی تو باید با من طرف بشی برای این بحثا؟ من اون چیزی که فکر میکنم حقیقت رو باید بگم با تمام قوام میگم. اونجا اصلا تکنیک همه رو میزنم کنار به یه زبان دیگه میگم. اصلا من به اینجوری عادت نکردم برای حرف زدن.
چمن خیلی، حالا چون بحث باز کردیم، چمن خیلی سوژه سختیه. من همیشه فکر کردم که مثل سوژه امامه. بله. امام سوژه سختیه. آره من همیشه گفتم، گفتم امام سوژه سخته. آره نمیشه این راحتی گفت. چمن سخته که آتش شما یه سکانسی از زندگی شما انتخاب کردید که ولی چرا چمن انتخاب کردید؟ این همه آدم بود که نه، این که دوست داشتم. معنا به واقعیت اینه. یعنی از اون حرفاست که آرزوم اینه. آرزوم اینه که خب چه کنم فضایی شده که الان حرف زدن از اینها بوی نامیده و چقدر سخت میشه فیلم سازی. یعنی از جبهه من بگم، از بچه های جنگ بگم، چقدر سخت میشه الان تو این فضا که بگن آقا 23 سال از موضوع میگذره تو هنو ول نمی کنی ماجرا رو، هنوز هم چسب بیدی والله اون هویتمون هنوز از اونجا داره ریشه میگیره، هنوز داریم از اونجا چشمه اونجا داریم آب میخوریم، هنوز اون آبهای به اصطلاح زمزممون اون گوشه بوده و من انرژی گرفتم، تو انرژی گرفتی، فیلم ساختیم، کار کردیم. نه به عنوان اینکه نوندونی بشه برای یه عده‌ای که بخوام یعنی بس بهتر من از اون 8 سال جنگ نقطه هایی رو میدونم که حرف روز من جواب بده، بایدم بزنم به هر قوا. یکیش آقای چمران بود، دوست داشتم ازش حرف بزنم که نمیدونم منم آدم خلوچلیه برای خودم احوالات نه تموم دیگه فیلمو من فیلمو نوشتم تموم کردم، فیلمنامه رو میخونن. حالا من حالا شاید تایید کننده خوشش نیاد نمیدونم میگم آقای پیرادی برگر و ورق میزنم میگن اینی که نوشتید همینه میخواییم بسازیم. من نه میخوام برام حکومت رو بزنم سرتش کنم. میخوام چه چیزی از من سوال میکنم؟ حیا نمی کنم اینا. اصلا من نگاه هم به فیلمسازی این شکلیه. من از اینجا به من بعضی میگن تو کارت بلانج داری آیا تمیکی ها، تو فرصت داری. بله به من اصلا بدونه یه توفنگ نمیدونم مسلسل دستم من باش چیکار کردم؟ بانک زدم، رفتم سر جا واسدم میدون نمیدونم یه کسی رو کشتم باهاش. من که با این دارم حفاظت میکنم اون سریکر، یعنی مسئولیت گردن من افتاد که من سر این مسئولیتم دارم جواب میدم. این کارت بلانژه به چه درد من خورد؟ چی باش گیرم اومده؟ این اتفاق باید بیفته. نمیدونم اینا جاهای حرفه که من معتقدم اونایی که اینجا میان باید از آقا نادر باید از این جنس باید حرف بزنیم، بچه هایی با این مختصات یعنی درد داشته باشن، اثر دل درد نیومده باشن، اینجا که پرخوری نکرده باشن سر از اینجا در بیارن تو برنامه راز. کسی بیاد که قصه داشته باشه برای گفتن، مأموریتاش از این جنس باشه، حالا تو هر حوزه‌ای میخواد. ما اونو میفهمیم راز تا وقتی این باشه رازش خیلی ماندگارتره و ماناتره. اگه بیفته توی اون چیزای روزمرگی که برنامه های دیگه هم تهیه میکنم که خب دیگه همینطوره هستش. یعنی ما توی برنامه خیلی نقشه شیش پاینده رو نمیکشیم، مسائلی که امروز توی کشور هست، مشکلاتی که هستش، مسائلی که هستش مثلا فرق نمی کنه که بعضیش سیاسیش، بعضیش قوه قضاییه، بعضیش از کنم که فرهنگیه، بعضیش هنری صرف، اینا همه دردره هست و الحمدلله مهمونم که میاریم و با صحبتایی که پیش میاد اون کسایی که میشنون بخره میدین غرب خیلی از مسائل خودش اینجوری سالهاست حل کرده. شما به 40 50 سال پیش تلویزیون غرب نگاه کنین با این جور گفتگوها گفتگوهای جدی مسائلش حل کرده. یعنی وقتی آورده در رأس بعد گزارش آورده سند آورده که آقا این که داره میگه ما حرف میزنیم سندش اینه، بعد اونجا اصلاح شد چون همه توجه کردن. یعنی اجازه ندادن که کسایی که منافقانه بخونن یه کارایی بکنن، فرصت بهشون نداده. یعنی این رسانه برای همین امام چقدر تأکید داشتن به خصوص اون بخش خبر خیلی من تأکید داشتن. این به نظر خودش تفسیر خبره، چه خبر با چه بکنیم. و بخاطر خیلی مشروع ممنون هستم توی دفتر خیلی بحثا پیش اومد، بهانه بود که من هم با شما یک نشست دوباره داشته باشیم چون نشست اولمون یه بحث دیگه بود و امروز این فیلم گزارش بهانه شد که ما مطالب دیگه رو بگیم و خیلی هم نقشه نکشتیم چی میخواییم بگیم، یعنی رفتیم جلو و بسیار آرزوی توفیق بر شما دارم و انشالله بازم میهمان ما باشید در آینده. متشکرم، خیلی ممنون. از توجه بینندگان محترم نهایت تشکر رو داریم تا برنامه دیگر راز. خدا حافظ شما.